خدا ناباوران و آزاداندیشی مذهبی. شاید عنوان این بحث کمی عجیب به نظر برسه و گمان بره آزاداندیشی مذهبی امری در چارچوب روابط بین مذاهب و ادیان و ربطی به خدا ناباوران نداره. حتی برخی نگاه‌های متعصب که علیه خدا ناباوران فعالیت می‌کنن اینطور می‌اندیشن که مذاهب می‌تونن اتحادی با هم علیه دین ناباوران و خدا ناباوران شکل بدن. به عنوان نمونه میشه به دیدار علیرضا عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در خرداد 1401 اشاره کرد که در اون ملاقات عرافی در نگاهی سراسر منفی خدا ناباوری رو یک چالش برشمرد و خواستار اتحاد ادیان مقابل اون شد. اما واقعیت اینه که اگه احترام به تنوع مذهبی و عقیدتی نناشی از تعارف، بلکه برومده از لزوم آزادی انتخاب و احترام به فردیت انسان‌ها باشه، ناگزیر یه خدا ناباور و دین ناباور هم از پیامدهای مثبت آزاداندیشی مذهبی برخوردار میشه. چطور میشه احترام به تنوع مذهبی و عقیدتی رو به عنوان یکی از اصول پایه‌ای آزاداندیشی شناخت اما حقوق خدا ناباوران رو پاس نداشت؟ به وضعیت بهائیان در جامعه ایران نگاه کنید. تحت آزار سیستماتیک و تبعیض گسترده. حتی قبرستون‌های اونها از ستمگری جمهوری اسلامی در امان نیست. مسلمان‌های آزاداندیش بارها از لزوم رفع ستم علیه بهائیان گفتن، با اینکه خودشون به آیین بهائی باور ندارن. آیا نمیشه تصور کرد که یک بهائی باورمند یا یک مسلمان باورمند دقیقاً قائل به همین آزادی انتخاب در باور و عقیده برای یک خدا ناباور باشه بدون اینکه لزوماً خودش معتقد به خدا ناباوری باشه؟ این حق بخشی از حقوق بشری اساسیه که هر فردی صرف نظر از اعتقاداتش باید از اون برخوردار باشه. وقتی که صحبت از حقوق بشر و آزادی بیان میشه، نباید فراموش کرد که این حقوق دقیقاً برای همه افراده، نه فقط کسانی که به یک مذهب خاص اعتقاد دارن. آزاداندیشی مذهبی صرفاً به معنی احترام به مذاهب متفاوت نیست، بلکه این یعنی احترام به صاحبان تمامی باورها. این شامل حقوق خدا ناباوران هم میشه که حق دارن بی اعتقادی خودشون رو بدون ترس از تبعیض یا آزار بیان کنن.